روشن فکر و روشن فکران چه معنی میداده است در دوران قاجاریه و پهلوی؟ آیا این روشن فکران در واقع بچه های ملایان یا شاهزاده ها بودند که میرفتن به فرنگ و یک کراوات و به جای عمامه کراوات میزدن، اما اندیشه هاشون همان بود که بود؟ این سوال ایشون آقای دکتر. بله، پاسخ دارید براش؟ والا به رغم اینکه ممکنه یه دی فکر کنن که این سوال بیشتر بر سبیل لعن و طعنه به روشنفکرانه، سوال بسیار جدی است به نظر من. عرض میکنم چرا. یکی از مهمترین بحثایی که در مورد تجدد پیش آمده در 40-50 سال اخیر، یعنی مدرنیته، این بحثی که آیا مدرنیته واقعا یک انقلاب فکریه، یک جهش کیفیه، یک تغییر اساسیه، یا همون اندیشه های مذهبی رو گرفته و یک کمی لعاب عرفی بهش داده و همونا رو داره سعی میکنه ارائه بکنه. مثال بزنم، وقتی که میگن مارکس، دیگه از مارکس آدم غیر مذهبی تر که نیست در قرن 19 و در میان روشن فکر را. وقتی مارکس میگه که طبقه کارگر نجات بخشه و انقلاب باید بیاد و اینها با فعالیت خودشون جهان رو از بدی، از طبقات، از فقر، از خود بیگانگی تهی بکنن، یه ده میگن این یه جهش تاریخیه. خیلی ها، مثلا کارل لویت متفکر خیلی بزرگی است، گفته این چیزی جز همون روایت مسیحی از بازگشت مسیح نیست. طبقه کارگر به جای مسیح نشسته، انقلاب سیاسی به جای در واقع بازگشت منجی نشسته، حکومت خدا تبدیل شده به حکومت کمونیسم. یعنی یک بحث اینه. اگر در این بحث بگیریم، اگر این بحث رو جدی بگیریم، وقت سوالی که ایشون میکنن جوابش هست، بله، روشنفکرها به یه شکلی همون حرفایی رو میزنن که به خصوص در ایران که تشیع به منجی هم باور داره، خود آخونده هم خودشون رو منجی میدونن. ولی یه دم میگن نه، این واقعا گذار تاریخی است، برای اینکه عقل انسان رو جانشین وحی الهی میکنه به عنوان رهبر و هادی و نجات بخش انسان، و این یک جهش تاریخی عظیمه و انسان رو بدون نیاز به متولی میشناسه. این در کلیسای مسیحی پوپ و خود کلیسا متولیه، ولی فقیه بودن در واقع. کلیس مذهب رفرماسیون مسیحی میگه که ما متولی نمیخوایم، ما ولی نمیخوایم، ما رابطه همون با خدا مستقیمه. و یه دهی دیگه میان میگن که اصلا ما برای نجات احتیاجی به تکیه به الهام نداریم، برای راه نجات احتیاجی نیست که از کتاب مقدس الگو برداریم، ما خودمون میاندیشیم و جهان رو خودمون تبیین میکنیم و راه حل اینه. در این مفهوم وقتی که روشنفکرا منادی همون حرفای قدیمی نیستن، بلکه دارن یه حرف به گمان من اساسا تازه‌ای میزنن، یک در واقع نمونه فکر کاملا متفاوتی رو عرضه میکنن و هدفشون اینه که بگن انسان‌ها خودشون بایستی راه نجات خودشون پیدا کنند. البته تو ایران دوباره این مسئله گیر می‌خوره به اینکه یک روایت مهمی که از مارکسیسم در ایران غالب میشه، روایت استالینیستی ماویستیشه که در واقع روشنفکرها رو یک جوری متولیای جامعه می‌کنه. شما از آل احمد بگیرید تا تبری و ماویستا اون وسط، همه یه جوری ایران خودشون رو در واقع متولی جامعه میدرسن. یعنی اون حرفی که ولایت فقیه میزنه به شکل مذهبیش، اینها به شکل عرفیش میزنن. میگفتن ما از جامعه بهتر میفهمیم،
ما تعیین میکنیم که کی روشن فکر کی روشن فکر نیست، هر کی هم مثل ما نبود تردش میکنیم، هر کی با ما نیست بر ماست. این حرفایی که الان در ایران زده میشه، یا بایستی مطلق بپذیرید که رهبری چی میگه، اگر کوچکترین حرفی جدا از اون بزنید ضد انقلابید، فتنه گرید، باید برید 6 سال زندان بخوابید بدون کیفر خواست. ولی خیلی دیگه روشنفکرا بودن که میگفتن روشنفکر متولی جامعه نیست. الان هم به نظر من جامعه ایران یک تحول اساسی کرده و اون اینه که روشنفکر در اون مفهوم منجی، در اون مفهوم متولی، در اون مفهومی که برای جامعه نسخه بپیچه، اون دیگه باورش نداره، جامعه خودش میاندیشه. من واقعا این سخنرانی اینقدر یاندو رو میشنیدم حظ میکردم، یه جوونی چطوری میاد و سعی میکنه با ذهن خودش بدون اینکه بخواد الگو برداری بکنه از جهان، ولی در این حال از جهان هم بیاموزه، راهی برای بهتر کردن زندگی روزمره مردم در تهران بکنه، برای اینکه خیابونها رو از اون حالت غمبارش به یک حالت اندکی طربناک تبدیل بکنه. خیلی ممنون. یه پرسش دیگر رسیده، میگوید آیا در دو برهه زمانی قبل از ظهور رضا شاه و همچنین پیش از دوران استبداد محمد رضا شاه در ایران آزادی و دموکراسی وجود داشت، یا آزادی و دموکراسی در حال شکوفایی بود و شاهان پهلوی سد راه آن آزادی و دموکراسی شدند، یا اینکه کشور به سوی هرج و مرج و متلاشی شدن یا به دامان شوروی افتادن پیش می رفت؟ آیا مردم ایران آمادگی و علاقمندی به دستیابی به آزادی و دموکراسی از نوع غربی آن را داشتند؟ دوباره چند تا نکته در این سوال هست که من فهم کنم در مورد هر کدومش باید تعامل کرد. اساس این بحث که آزادی از نوع غربی با آزادی از نوع شرقی فرق میکنه و این غربی ها هستن که آزادی رو علم کردن، به نظر من خیلی محلی از اعراب نداره. اتفاقا در نمایش بیضایی در طربنامه یک صحنه هست که یکی میاد میگه که این لیبرته چیه، تازه چون این درست در دوران بعد از انقلاب مشروطه اتفاق میفته دیگه، به ظاهر این حدود 1912-14 است. میگه این لیبرته چیه، یکی دیگه از این دروغابچین های داروغه میگه که قربان این همون چیزیست که خود ما میگفتیم، مثل همه چیز دیگه غربی ها از ما گرده برداری کردن. و خب این درش هم و در آغاز همین نمایش، یعنی دوباره اولین جملاتی که در این نمایش گفته میشه، نوع خواندن این نمایش هم به ما توصیه میکنه، میگه در هر هزلی جدی هست. من بیش و کم دارم اینا رو از خاطره میگم، همه رو از حفظ بزنده. میگه هیچ هزلی نیست که در آن جدی نباشد، و به همین خاطر حرفش خیلی جدیه. ما وقتی که میگه اینا از ما گرته برداری کردن، هم داره این گرایش ایرانی‌ها که میگن هنر نزد ایرانیان است و بسش که هیچی نداره، هیچ دیگه هیچی نداره، اونو مسخره میکنه، ولی در این حال خب کوروش واقعا یک مفهوم تاریخی از آزادی رو منادی بود. این کوروشی که هزاران نفر رفتن گفتن کوروش پدر ماست، به خاطر اینکه مردم قدرش رو میدونن. حالا رژیم فکر میکنه توطئه است و توطئه بیگانه است، و نه، مردم میدونن ایران، ایران کوروش، ایرانی است که افتخار میکنه به اون کوروشی که اون در واقع اعلامیش در سازمان ملل، استوانش در سازمان ملل هست، استوانش به عنوان یکی از اولین چیزای و همین خاطر ملتی که 2500 سال پیش کوروش داشته که دیگه نمیتونه بگیره آزادی از نوع غربیه. ولی ایران قبل از رضا خان و رضا شاه به نظر من کاملا ایرانی در حال متلاشی شدن بود، یعنی جنگ داخلی بود، جنگ جهانی اول بود، وبا بود، گرسنگی بود،
اعتیاد وسیع بود. قبلا یه دفعه فکر می‌کنم خدمتتون و خدمت بینندگان عزیزتون گفتم به یه روایتی بین 1900 تا 1920 در واقع ایران حداقل 25% به یک روایتی و به یه روایتی تا 40% جمعیت خودش از دست داده به وبا، به آنفلوئنزای اسپانیایی، به قحطی و به جنگ. یعنی یک جامعه است که و کمونیست هم دارن درش رخنه میکنن. یادمون نره که کمونیست های شوروی نیرو میفرستن در گیلان، متحد میشن با میرزا کوچیک خان، یک شوروی گیلان تشکیل میدن. در واقع اولین شوروی که خارج از شوروی تشکیل میشه در گیلانه. و انگلیس ها و ایرانی ها خیلی نگران این اوضاع هستن. ملک شعرهای بهار در اون زمان در دانشکده شعر می‌نویسه که ایران احتیاجی به یک کسی داره که بیاد جمع و جور کنه و ایران رو بگیره. منظورش شاید رضا خان نبود، ولی احساس به اینکه مملکت داره از هم میپاشه به نظر من احساس خیلی جدی بود. تو اون شرایطی که رضا شاه، رضا خان میشه رضا شاه، و در دوران هم رضا خان رضا شاه و هم در دوران محمد رضا شاه استبداد سیاسی در زمانهای مختلف به درجات مختلف بود، ولی آزادی های فرهنگی هم بود، آزادی های جنسی بود، آزادی های مذهبی بود. یعنی با رژیم نمیشد در بیفتی، ولی الان به نظر من دیگه جامعه ایران میفهمه که اگر مذاهب حق آزادی داشتن، اگر شما میتونستید در خلوت خودتون مذهب خودتون داشته باشید، چه یهودی بودید، چه آسوری بودید، چه باهایی بودید، اگر زنها میتونستن به آزادی در جامعه اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن، اگر مدارس داشت رشد میکرد، اگر طبقه متوسط داشت رشد میکرد، اینا همه در واقع معید یک نوع دموکراسی بود، نه دموکراسی سیاسی. بدون شک قانون شکنی های بسیار جدی در اون دوران بود، ولی اگر در این 35 سال اخیر شما میبینید زنان در مقابل این رژیم مثل شیرزن وایستادن، آغاز این فرایند حضورشون در عرصه اجتماعی به دوران پهلوی برمیگرده. در اون دوران هم خود اینها بودن که به گمان من تحمیل کردن به رژیم پهلوی. همه فهم کنن که حق رأی زنان مثلا 1962-63 است. زنها از 1921 ما میبینیم که در خیابونهای تهران، رشت، در خراسان ظاهر میشن، با کلا ظاهر میشن، سعی میکنن آزادی های خودشون رو تقاضا بکنن. فروغ فرخزاد 10 سال قبل از 63 اون کتاب معروف خودشون مینویسه و از حق خودش در بیان نظرات خودش دفاع میکنه. یعنی این هم جنبه های از دموکراسی فرهنگی است، دموکراسی اجتماعی است، دموکراسی جنسی است، دموکراسی عاطفی است، ولی دموکراسی سیاسی نه. ولی ایران، ایرانی ها آیا میخوان و آیا صلاحیتش دارند؟ من هیچ کشوری در خاورمیانه نمیشناسم که به اندازه ایران به طور ممتد، این شاید واقعا به غیر از ترکیه و مصر، شاید هیچ کشور دیگه نیست که شما ببینید 100 و خورده سال این مردم دارن خون میدن و مبارزه میکنن و تبعید میشن و زندان میرن برای اینکه آزادی بخوان. چیکار باید ایرانی ها بکنن که مردم خود ایران بپذیرن که اینها آزادی میخوان و استحقاقش دارن و بهاش هم حاضرن بدن؟ یعنی بهایی که ملت ایران در این 100 سال اخیر از مشروطه تا به حال برای آزادی داده، از خود مشروطه بگیرید تا جنبش علیه قرارداد 1919 تا مقاومت در مقابل استبدادی که استبداد سیاسی، جنبش دکتر مصدق، تمام حرکتی که در دوران شاه میشه، جنبش های دانشجویی، جنبش زنان، کدوم مملکت دیگه میشناسید که انقدر دلیرانه مقاومت کرده؟ کدوم سیستم هنری در خاورمیانه در یه جامعه اسلامی ایجاد شده که قنای ایران باشه؟ کدوم نمایشنامه نویسی در جامعه، کدوم جامعه خاورمیانه میشناسید
که به قدرت بیضایی باشه. کدوم سنت سینمایی میشناسید؟ سنت سینمایی دموکراتیک. میدونید از پناهی بگیرید تا فرهادی، از کیارستمی بگیرید تا خانم اعتمادی. تعداد اصلا نویسنده های زن امسال برای گفتم امسال برای اولین بار در تاریخ زنها تعداد کتابایی که چاپ کردن بیشتر از مرداست. تو آمریکا این صدق نمیکنه. چطور میتونیم بگید ایران دموکراسی نمیخوان مردم یا استحقاقش رو ندارن؟ دارن، یه مجذوربونیش اصلا نمیخوان بهشون بدن و گره بر باد میزنن. به گمان من حتما گره بر باد میزنن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. سه تا جمله میخونم، خواهش میکنم برداشتتون رو بفرمایید. آقای سعید توسی، همون شخصی که متهم به تجاوز به نوجوانانه، میگوید اگر مرا در دادگاه محکوم کنید 100 نفر دیگر را پایین میکشم. آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به افشاگری ها درباره املاک نجومی گفته است اگر علیه من حرف بزنید مطمئن باشید همه بازنده خواهیم بود. آقای قناعتی در واکنش به افشای پرونده املاک نجومی گفته به همه تذکر می دهم اگر قرار است آبروی مرا ببرند برای هیچ کس آبروی نخواهد ماند. بله، میشه این تعداد کسانی که حرفهایی بر همین سبیل زدن میشه در واقع خیلی زیاد افزایش داد. یعنی از مرتضوی بگیری که بعد از اینکه نصف سهمیه کارگرها رو مجانی داده به این و اون، یا خودمون کسی که اینا رو بهش داده الان دوباره از اونم سرصدایی نیست، اونم گفته بود که اگه منو بگیرید همه تون رو لو میدم. همه در واقع همه کسانی که رفتن و اون بر این قضیه حرفیست که آقای خامنه‌ای میزنه دیگه، میگه اینا رو رسانه‌ای نکنی. دوباره در طلبنامه داروغه یه چیزی میگه که در واقع اشاره به همین حرفا داره، میگه اگر در موردش صحبت نکنید انگار اتفاق نیفتاده. نه، اگر در موردش صحبت نکنید اتفاق افتاده. اون وقت یک کلاغ چهل کلاغ میشه. ببینید تفاوت دموکراسی با استبداد همینه. در دموکراسی هم فساد هست، ولی وقتی در موردش صحبت میشه کمتر امکانه یک کلاغ چهل کلاغ شدن هست. اتفاقی شبیه به این قاری خب در کلیسای مسیح افتاده، در میان خاخاما افتاده، در معلما افتاده. تفاوت جامعه استبدادی اینه که یه نفر دستور میده آقا اینا رسانه‌ای نکنی، بعد رئیس قوه قضاییه میگه ما اصلا ممکنه مگه ما یه چنین دستوری بدیم، بعد معلوم میشه حکمش در میاد که دقیقا دستور دادن که رسانه‌ای نشه و هرچی کمتر رسانه‌ایش میخوام بکنن بیشتر رسانه‌ای میشه و آبرو بیشتر میره. در حالی که اگه از اول میمدن مجازاتش میکردن، دادگاهیشون کردن، شاید بیگناه، من که نمیدونم، دادگاه حق صلاحیت داره، بیان در دادگاه بزنن متهم، اونایی که بهش اتهام زدن بیان، اینم بیاد از خودش دفاع بکنه، اون وقت ببینیم کی رسوا میشه. آقای دکتر، آقای محمد ملکی که خاطرتون هست، اولین رئیس دانشگاه، فعال برجسته سیاسی، زندانی سیاسی چند سال پیش، در مصاحبه‌ای گفت چند روز پیش دیگر مردم کارت به استخوانشان خورده، این وضع ادامه یافتنی نیست و این وضع تغییر خواهد کرد. تاریخ پر است از خامنه‌ای‌ها و از اینها، بعداً با خفت و خاری و سرشکستگی میرن زیر خاک. وی در این مصاحبه گفت بیش از 150 کشور در جهان مجازات اعدام را لغو کردند. ما نمیتوانیم به دور کشور دیوار بکشیم و اگر امروز شاهدیم که صحبت از حصر مجازات اعظم توسط اعدام، ببخشید عوضی خوندم، از حصر مجازات اعدام توسط مسئولان نظام می شود،
به این دلیل است که نظام چاره‌ای جز این ندارد. او همچنین گفته است که ضربه رسوایی اخلاقی سعید طوسی، همون متهم به لواط، به حاکمیت سنگین‌تر از افشای فایل آیت الله منتظری است. هر دو به نظر من مقایسه میزان ضربه خیلی دشوار. من کماکان فکر میکنم که هر کدومش بدون شک لکه است و برخورد با هر کدوم هم لکه است. یعنی وقتی که اون نوار پخش شد، به جای اینکه بیان کسانی که در این جنایت دست داشتن مجازات بکنن، یکیشو بهش ترفیع دادن و چه بسا که یکی از کاندیداهای جانشین شدن آقای خامنه‌ای، آقای رئیسی، و به جای اینکه دوباره بیان پوزش بخوان، رفتن آقای منتظری رو دادگاهی کردن. اولین واکنش آقای رئیس قوه قضاییه هم به این ماجرا این بود که هر کی از اینها اومده با رسانه‌های بین‌المللی صحبت کرده، تهدیدش کرد و گفت مجازاتش میکنه. این اصلا دوباره میگم واقعا این نمایشنامه، چون من خیلی در ذهنمه، اونجا هم یه چنین صحنه ای هست که تجاوزی صورت میگیره. خود تجاوز رو نشون نمیدم، اون خارج صحنه اتفاق میفته، ولی میفهمیم که و اون وقت برخورد قدرتمندان دقیقا مثل همین وضع امروزه. به جای اینکه بیان متهم رو، به جای اون کسی که تجاوز کرده رو مجازات بکنن، به همین مطربا که این کسی که دنبک داره میزنه کسی است که بهش در واقع تجاوز میشه، این هم که در واقع زن پوشه، به اون هم تجاوز میشه. این مرد، این گلدوری که هست، گنده رجب، در واقع یکی از این جنایتکاراست، یکی از این هم بکنندگانه، و به جای اینکه بیان بهش رسیدگی بکنن، هزار و یک برچسب به اون کسی که بهش تجاوز شده میزنن و تهدیدش میکنن که اگه در این مورد صحبت بکنی پدرتو در میاریم. این هاست که صدمه میزنه. ولی وقتی شما 4,000 نفر رو بیگناه در واقع اعدام کردید به اون شیوه، چطور میشه اصلا اینو با هیچ چیز دیگری مقایسه کرد؟ ولی خب اینجا 7-8 نفر جوان هستن که در عین خلوص نیت میخواستن قرآن یاد بگیرن و مجبور شدن با یک کسی که متهم این اعتماد رو به طور وحشتناکی زیر پا گذاشته. یعنی هر دو به نظر من ابعاد عجیبی داره. آقای دکتر ملکی البته واقعا من بهشون ارادت و احترام عمیقی دارم. من در دوران ریاست ایشون به دانشگاه تهران برگشتم و چون بعد از اینکه زندان رفتم دیگه در دوران شاه نتونستم به دانشگاه برگردم، بعد از انقلاب به دانشگاه برگشتم، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و افتخار 8 سال اونجا تدریس داشتم و حضور ایشون و معاون ایشون سباقیان سبب شد که من بتونم واقعا برگردم. و دانشگاه در دوران ریاست ایشون واقعا یکی از درخشان، دانشگاه تهران رو من نزدیک میدونم، یکی از درخشانترین دوره های خودش رو پشت سر گذاشت. استادان و دانشجویان به طور همدل و همراه در مدیریت دانشگاه شرکت داشتند، استادان و دانشجویان به طور همدل و همراه رؤسای دانشکده ها رو انتخاب میکردن، رؤسای گروه رو انتخاب میکردن. هر کسی از هر سلک سیاسی حق داشت در دانشگاه فعالیت بکنه. و اون چی که انقلاب فرهنگی گفتن و قلقم کردن دانشگاه رو، در واقع برای پس زدن خیلی مزد میخوام پس زدن اون شکوفایی بود که در دوران دکتر بلکی دانشگاه
شاهدش بود، یکی از به نظر من دوره های واقعا درخشان بود. تو همون دوران هم ما که در دانشکده حقوق بودیم خیلی جالب بود. من در دانشکده حقوق بودم، از یه طرفی دکتر کاتوزیان بود که واقعا تجسم شرافت علمی بود، از یه طرفی یه سری از این بچه های واقعا کمسوادترین و پرمدعاترین و پرروترین بچه ها که همه الان تو کابینه احمدی نژاد بودن و الان جزو دلواپسان و هر کسی دیگه ای که جزو میتونم هم اسم ببرم، نمیخوام اسم ببرم برای اینکه خودشون میشناسنشون، خودشون میدونن کیا هستن و اونایی که واقعا اهل کار بودن، بچه های درخشان بودن، بچه های دانشجوهای درخشان بودن، استادا که همه رو قلقم کرد. واقعا در یه مقطعی از 45 استاد 40 تا رو همین الوات و اشراری که تو دانشگاه به عنوان بچه های حزب اللهی بودن با کمک کمیته در واقع تصفیه انقلاب فرهنگی، اون کمیته که آقای خمینی منصوب کرده بود، 40 نفر از 45 نفر ما رو تصفیه کردن. ولی تصفیه ما در واقع تصفیه کارهایی بود که دکتر ملکی کرده بود. من واقعا میخوام از این فرصت استفاده کنم و تشکر کنم برای کاری که در اون زمان کردن، بهایی که بعد از اون پرداختن و این جرأتشون و شهامتشون در کنار دیگرانی که هر روز واقعا خطر میکنن و حرف حساب رو در ایران میزنن. بگم که همه ما مدیون این شجاعت ها هستیم و دست مریضا واقعا. آقای دکتر، این آقای قرائتی که معروف دیگه، همه میشناسنش، گفته است بهایی‌ها رو باید کشت. یعنی یه فتوایی است این؟ والا من فکر میکنم خب حتما فتواهای از این قبیل داده شده دیگه و حرفای شبیه به این زده شده. یعنی ریچارد فاک، یکی از برجسته ترین حقوقدانهای حقوق بشر که به ایران هم سفر کرده، با آیت الله خمینی دیدار کرده، یکی از خوشنامترین افرادی است که در مورد ایران مطلب نوشته. بعد خود اون به من گفت، گفت من وقتی که رفتم با آیت الله خمینی دیدار کردم، و این قبل از انقلابه، هنوز انقلاب نشده، گفت که گفتم شما اگه بیاین سر کار اقلیت‌های مذهبی چی میشه؟ آقای آیت الله خمینی گفتن که اقلیت های مذهبی محترم هستن، اینا میتونن در چارچوب اسلام به عنوان اهل کتاب به حیات خودشون و به ایمان خودشون ادامه بدن. من گفتم نه، منظورم مثلا بهایی ها چیه؟ میگه سر آیت الله خمینی پایین بود، سرش هم بالا نکرد، گفت بهایی ها در ایران جایی نداره. این شگفت انگیزه، این به نوعی فتواست. چرا جان ندارن؟ ایرانی هستن به اندازه هر مسلمان و هر یهودی و هر زرتشتی، حق دارن در ایران زندگی میکنن. کی حق به شما میده که حالا اون زمان شاید مثلا 400-500 هزار نفر در ایران باهای زندگی میکرد که بگید اینا اینجا حق ندارن؟ بعد از اونم تمام این قوانینی که علیهشون هست، کشتن رهبرانشون، اون نواری که از محاکمه و اعدام گروهی از این رهبران اومد، واقعا لک ننگیست در این تاریخ 35 ساله. و وقتی اون حرفا رو رؤسا میزنن، یه کسی مثل قرائتی هم به خودش جرأت میده که یه چنین حکم بکنه و این حکم مصداق دقیق نسل کشیه. یعنی اگر یه دادگاه بین المللی این حرف رو بتونه ثابت شده داشته باشه در مورد این، اگر دفعه بعد آقای قرائتی میره لندن برای خرید، اونجا میشه به عنوان جانی علیه حقوق بشر، به عنوان منادی نسل کشی محاکمش کرد. و واقعا به نظر من خطرناکه وقتی که میبینیم فلان کس در شهری با چاقو به یه بهایی حمله میکنه و میکشتش. بخش مهمی از گناه اینها به عهده این نوع حرفایی است که رهبران میزنن، این نوع حکمایی است که رهبران میدن، این نوع فتواهایی است که رهبران میدن. از آقای آیت الله منتظری یاد بگیرید
گفت اینها شهروند ایرانی هستند، با اینکه نمیپذیره آقای منتظری قطعا مذهب بهاییت رو به عنوان مذهب نمیپذیره، من اینو میدونم، ولی اونقدر سعه صد داره و اونقدر روایتش از اسلام این بازی رو داره، این انعطاف رو داره که بگه اینا به عنوان شهروند ایرانی باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن. این گام بسیار مهمی است در جهت اینکه این واقعا مفسده ای که الان 100 ساله به خصوص بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده متوقف بشه. بذارید زندگیشون رو بکنن، اینا که با شما کاری ندارن، اینا که تبلیغ نمی کنن، اینا در درون خودشون با خودشون هرچی هم شما، اتفاقا به نظر من هرچی اینا بیشتر اینجوری مورد حمله قرار می گیرن کنجکاوی نسبت بهشون زیادتر میشه و احتمال، من احتمال میدم تمایل به اونها زیادتر بشه، برای اینکه هیچ کسی دیگه ای به اندازه اونها الان مورد ضرب و شتم و فشار و انواع تضییقات نیست. خب آقای دکتر خیلی ازتون سپاسگزارم، خسته نباشید. از شما متشکرم. برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. شب و روز شما خوش و شب و روز همه همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند. بار دیگر سپاسگزاری میکنم از آقای بهروز مشکینیار کارگردان برنامه. شب و روز صبح.